تو این ویدیو دیگه میخوایم رندر رو بزنیم و کار رو تموم بکنیم سلام بچه امیدوارم حالتون خوب باشه من ارشیام از تایم نسون بچه تو این ویدیو میخوایم دیگه وارد مرحله آخره پروسه ونتیجمون بشیم یعنی رندر رو بزنیم و دیگه تکشاتمون رو بگیریم و کار رو ببندیم البته به این معنی نیست که این آخرین ویدیویی که برای ونتج میسازیم ولی دیگه با ساختن این ویدیو و زدن رندر دیگه شما میتونید یه پروسه کامل رو توی ونتج انجام بدید تو این ویدیو بعد شما بهتون یاد میدم که چجوری رندر تکشات بگیرید و توی ویدیوی بعدی به رندر انیمیشن هم میپردازیم قبل از اینکه وارد نرم افزار بشیم میخوام اسپانسرمون یعنی شرکت طراحی و ساخت بهفر رو بهتون معرفی کنم که به ما کمک میکنن با حمایتشون که ما بتونیم تولید ساخت محتوای تخصصی رو ادامه بدیم بریم سراغ نرم افزار خب بچه همونطوری که بهتون گفتم توی این جلسه دیگه میخوای وارد مبحث رندر بشیم تقریبا همه تبا رو با هم دیگه کار کردیم ابزارهایی که لازم داشتیم الان میخوایم ببینیم چجوری ما میتونیم توی ونتیج رندر بگیر. بچه‌ها اگهتون باشه من قبلا راجع به مبحث لایف سینگ باهاتون صحبت کردم. ما توی 3D اون بالا وقتی ونتجو نصب می‌کردیم یه تولباری اونجا اضافه می‌شد که ما از همون تولبار می‌تونستیم استفاده بکنیم برای رندر گرفتن. یعنی اگه شما یه دوربین رو توی 3D Max قبلا تعریف کردید و مثلا می‌خواستید با ویری رندر بگیرید، خیلی راحت می‌تونید همون کارنت سین یعنی همون صحنه‌ای که درش هستین رو و همون دوربینی که تعریف کردین رو به عنوان رندر همون تکشتی که میخواستیم بگیریم و تو همون محیط تیلی مکس با ونتیج بگیرید با همه تنظیمات وارد ونتیج میشه به صورت لایف سینک اما لایف سینک رو من بعدا با جزیات بیشتر بهتون میگم ما روندمون چجوری بود کلا یه پروژه رو واردیم توی ونتیج تو قسمت های قبلی دنبال کردید حالا ما میخوایم دیگه رندر بگیریم بچه طبعا قبل از اینکه ما رندر بگیریم همیشه چیکار کردیم بچه‌ها؟ اینجا دوربینا رو تعریف کردیم دیگه یادتون باشه ما تو جلسات پیش روی موضوع کار کردیم آقا فرض من برای اینه که الان یه زاویه رو میخوام رندر بگیرم تنظیمات دوربین هم رو که قبلا با هم کار کردیم مثلا روی همچین زاویه قرارش میدم یه دونه دوربین اضافه میکنم این دوربین رو میتونم اسمم روش بذارم مثلا بذارم فایناله مثلا یک خب اینجوری منظم تر میتونید کار کنید من خودم خیلی منظم کار نمی کنم ولی این به دردتون میخوره که یعنی اینجا اس بذارید برای همه دوربینایی که تعریف کردید خب ما چه بعد رندر تک من بهتون شروع کنم رندر رو گفتن اول تکشات رو میگم بعد انیمیشن رو حالا هر چقدر شو برسیم تو این جلسه اگه نه تو ویدیو بعدی ادامهش بدیم رندر تکشات چجوری گرفته میشه بچه ها ببینید یه نواری ما این پایین داریم بچه ها که اینجا نواریه که ما میتونیم توش مثلا انیمیشن تعریف بکنیم و بعد اون انیمیشن رو اون رندر بگیریم اما من اول میخوام بهتون رندر تکشات رو بگم به طور پیشفرد بعد شما این صحنه رو مثلا تعیین کردم یا همچین ویوی رو میخوام و رزولوشن هم اینجا رزولوشنی که تعیین کرده بودم رزولوشن محیط کاریم بود اگه یادتون باشه گفتم بچا شما اینو رزولوشنشو پایین بذارید مثلا بذارید 540 چون موقعی که کار میکنی که نیاز به رزولوشن بالا ندارید عموما بعدا موقع رندر میتونی کیفیت کارتون رو بالاتر ببرید خب فیلد آف ویو رو همه مشخصات رو تعیین کردیم توی این لنزمون اینجا قرار دادیم حتی دپس آفیل آف و اتوورتیکال رو هم میتونید روشن بکنید حالا با توجه به اینکه از این افکت استفاده کردید یا نه کلا همه تنظیماتتون رو انجام میدید مثلا تو مپ رو اگه مثلا داریم اضافه میکنیم الان نهایتا من دپس آفیل آف رو که روشن کردم اینجا تصویر من مات شد برای اینکه نقطه فوکوسش روی مثلا تایم بیس نیست من اینجا می میکنم که بره روی تایم رسوم دوباره اینجا باید آپدیت رو بزنم هر تغییری که توی دوربین توی تنظیمات میدید یه بار باید اینجا شد توی دوربین آپدیت رو بزنید یعنی من اگه نقطه فوکوسو عوض کنم بذارم اینجا مات میشه بعدا اگه روی این کلیک کنم نکنید دوباره اینجا واضح میشه یعنی هر بار اگه تغییر دادید و میخواستید اون تغییر تو حافظه ونتج بمونه موقع رندر اینجا باید یه بار آپدیت رو بزنید و یعنی تنظیمات جابجا جا میشه هر چی که میخواد باشه این مثلا فیلد اوف رو ناخودا من الان میبندم و من اصلا میرم تو محیط 3D Max من وقتی روی این شات بزنم ناخودا این فیلد عوض میکنه میذاره رو حالت اولیه مگه اینکه من اگه مثلا فیلد اوف کم کردم اینجا یه بار آپدیت رو بزنم بعد اگه آپدیت رو زده باشم دیگه توی محیط کاریم بچرخم حتی اگه اینو عوض بکنم مثلا اینجا فیلد اف رو باز بکنم روی این شات هم که برم ببینید فیلد اف به همون تنظیمات قبلی برمیگرده ناگهان اینجا عددش آپدیت میشه مثلا فیلد اف ویو من الان 60 به محض اینکه روی این کلیک کنم ناگهان اینجا عددش میاد رو اون عددی که بود ناگهان این رسید به 39 که تو همون بود این اسپکت ریتیمون هم همینطوریه یعنی نسبت تصویرمون هم اینجا تو جلسه پیش کار کردیم یه نسبت تصویرتون هم میتونید مثلا اینجوری ریستر بکنید باستر بکنید کلا هر تنظیماتی که دارید اما اگه اینجا گزینه آپدیتش رو نزنید وقتی روش بزنید ناکنید نسبت تصویر و همه چیتون به حالت قبلیش برمیگرده پس حواستون باشه به این نکته حتما ما رندر تکشا چجوری میگیریم بچه ها اینجا پنجره ای که ما برای انیمیشن ساختن داریم که حالا بعدش بهتون توضیح میدم یه پنجره اینجا است باشه تحت عنوان شات حالا این البته راجبه همین تولبار انیمیشنه برای رندر تک شات ما با این گزینه کار داریم بچه‌ها نگاه کنید زده های کوالیتی رندر وقتی های کوالیتی رندر رو میزنیم چی میشه یک پنجره بچا برای ما باز میشه ما اگه مثلا چندین دسته عکس و یا شات رو تعریف کرده باشیم میتونیم اینجا به صورت گروهی رندر بگیریم یعنی چی من اینجا تعیین که آقا ناکن برای من مثلا کمرای سه رو بگیر دوباره میتونم اضافه کنم بگم مثلا کمرای دور هم بگیر همه رو میتونم اینجا بیام عوض کنم یعنی بگم که مثلا اول کمرای یک رندر بگیره بعد که تموم شد اتومات خودش بره سراغ دومیه دیگه هی من نخوام بیام دنبال ونتج دونه دونه گزینه رندر رو بزنم اما برفرض من صرفا الان همین یه دونه شاس رو دارم و فقط قرار همین رو رندر بگیرم ببینید اینجا باز دوباره دو تا بخش داریم یه سکونس که توی بخش سکونس ما طبعا میخوایم انیمیشن رو رندر بگیریم الان بخش سکونس کلا خاموشه نه من روی کلیک میکنم باز نمیشه چرا چون هیچ انیمیشن رو اینجا تعریف نکردم اگه انیمیشن تعریف کرده بودم اینجا باید تعیین میکردم که الان میخوای انیمیشن رو رندر بگیری یعنی تو حالت سکونس باشی یا نه استیلیمج یعنی یه دونه تک شات میخوای رندر بگیری این از تنظیماتش که خب الان من در حال حاضر میخوام تک رندر بگیرم اینجا من پرسه با این کمرایی که تو میخوای الان تک ازش رندر بگیری کدومه من این فاینال یک قرار رندر بگیرم میام اینجا انتخاب میکنم یا با فاینالی رندر قرار بگیرم باز اینجا همه هم میپرسیم که با حالت گروپ یعنی مثلا گفتم چند تا دوربین تعریف کردم یا چند تا مدل تصویر میگه گروپ میخوای بگیری یا نه و اینکه آلتری یعنی کل این کمره ها رو برات بگیرم یا نه این کمره هایی که تعریف کردی رو همه رو به نوبت و به ترتیب برای من رنده میگیره من صرف هم میگم الان وان یعنی همین فانالی همون یه دونه رو برای من رنده میگیره اینجا دوباره سین رو هم, هم میپرسه که میگه آقا تنظیمات سین که داشتیم مثلا فاگ اد کرده بودیم نمیدونم تون مپ اضافه کرده بودیم همه تنظیماتی که دو محیط دادیم مثلا چراغ و خاموش کردیم یا روشن میگه برات همین تنظیمات چی بذارم که الان هست یعنی ناکو محیط کاری من چطوری الان مثلا الان من فاگ رو روشن نکردم میگه تنظیمات رندر الان این همین حالتی باشه که گذاشتی یا نه من برم مثلا ببینم تنظیمات سینه که قبلا تعریف کردی اون چی بوده مثلا من سین یک رو تعریف کردم که توش فاگ و ساختم تنظیمات نور رنگم دادم الان بهش میگم نه برو از اون یکی کمک بگی خب یا نه مثلا رو حالت دیفالت که میشه تنظیمات پیش ورز ونتیج من میذارم روی کامرا سین کامرا سین یعنی همین حالتی که الان داشتم تو پریویو میدیدم که فاگم هم مثلا نداشت همینو برا من رندر بگیر ولی اگه قبلا یه سین خاصی تعریف کرده باشم که تو جلسه پیش یاد دادم میتونم بگم با تنظیمات اون سین بیا برای من این رندر رو بگیر یعنی دوربین ثابت ها تنظیمات دوربین و ویژگی های دوربین همینه فقط وقتی میخواد رندر بگیره اون افکت رو عد میکنه مثلا چراغ تو همین زاویه خاموش میشه یا روشن میشه یا مه یا همون فاک اضافه میشه یا نمیشه این از این اینجا اوتو اکسپوژر داره من طبعا اکسپوژرم رو دستی بچه ها تعیین کردم الان هم میخوام رو همون حالتی که خودم تعیین کردم باشه اگه تو اکسپوژر بزنم احتمالا تصویر من روشن تر میکنه که حالا به درد من نمیخوره من میخوام همونطوری که خودم تعیین کردم بمونه موشن بلر هم داریم بچه ها اگه یادتون باشه ما توی تیری Max و هم تو توی ویره هم اینو داشتیم وقتی میخوایم از یک آبجکتی که در حال حرکت رندر بگیریم تو حالت واقعی و در طبیعت اون آبژکت یک بلری توش رخ میده دیگه اینجوری میاد حرکت کنه انگار یک ردی توش میمونه میگه این افکت موشن بلر رو الان میخوای استفاده بکنی یا نه من اگه یه آبجکتی تو صحنم داشته باشم که این آبجکت رو براش انیمیشن تعریف کرده باشم الان که میخوام یه دونه رندر تک بگیرم اگه موشن بلر رو تیکش رو بزنم اون آبجکت اینجوری به صورت بلر دیده میشه ما بهش میگیم موشن بلر یعنی حرکتش خود مات میشه این هم باز توی آموزش های ویری که قبلا دادیم راجع به این افکت موشن بلر اونجا صحبت کرده بودیم حالا پریست میپرسه اینجاست بچا که من به شما گفتم ما به رزولوشن توی این لحظه نیاز پیدا میکنیم یعنی این رزولوشن میشه رزولوشن نهایی رندر ما یعنی چی ببینید ما توی محیط کاریمون گفته بودیم آقا پریویو رو به من با کیفیت کم نشون بده همون 540 برام بسته اما میگم وقتی میخوام رندر بگیرم خب میخوام رندرم با کیفیت باشه دیگه 540 رزولوشن پایینی الان البته بسگی به کاربردتون داره مثلا یه قرار رندرتون روی یه بنری چاپ بشه باید رزولوشن رزولوشنتون هم بالا بذارید ولی میگ در مجموع حالا هر رزولوشنی که نیاز دارید با تجربه کاربری تو اینجا یه ای سری پریست آماده هست دیگه یا فول اچ میخوای بگیری فول اچ دی یعنی رزولوشنی که ارزش ده داره میخوای به اصطلاح بهش میگن 2K بگیری که 1440 میخوای 4K بگیری یا همون 540 باشه یا میگه ناکن فرام کمره فرام کمره یعنی همین حالاتی که رو کمره بوده نا بچه تا تو حالت پیش مثلا تا 16 کی هم داره ولی خب دیگه خیلی به سیستم فشار میاد احتمالاً اصلا سیستمتون هر چه قدم قوی باشه یا ممکنه هنگ بکنه دیگه ماکسیمم چیزی که الان رایج ما استفاده میکنیم 4K دیگه از 4K بیشتر نگیرید چون مثلا مانیتور 8K ما خیلی کم داریم مگه اینکه باز میگم رندرتون قراره روی یک بنر خیلی بزرگی دیده بشه که بازم به نظرم همون 4K کفایت میکنه میتونیم از پریست آماده استفاده نکنید پریست آماده یعنی مثلا بذاریم رو حالت 2K دقیقا میشه 1440 میتونیدم اینجا دستی وارد کنی. هم حالا کنید هم اسپکتش رو الان میتونید عوض کنید هم میتونید اصلا عکس بدید نگاه کنید اسپک وقتی روی بچه یک و هفته همه یعنی همین حالتی که داشتیم تو پریویو میدیدیم اینطوری یعنی یه مستطیلی که نسبت 16 به 9 داره به اصطلاح نسبت مستطیل استاندارد مثل نسبت اکثر گوشی ها یا تلویزیون ها 16 به 9 رایش تصویریه که ما توی محیط های مجازی میبینیم همین ویدیوی که الان دارین شما توی یوتیوب میبینید نسبت تصویر 16 به 9 رایش اسپکتی که ما استفاده میکنیم اسپکت رایج دیگه الان عمودی شده چون ریلزای اینستاگرام جا افتاده ما عمودی هم میگیریم میتونید الان تعیین بکنید که رندر من دیگه افقی نباشه مثل حالت پریویو من میخوام دوربینم با همین تنظیمات باشه صحنه با همین تنظیمات باشه ولی اسپکت من دیگه اینه این این تصویر نباشه اسپکت مثلا عمودی بشه البته طبعا بهتره برای اینکه شما درک بهتری پیدا بکنید همون قبل اینکه بیاین تو این صفحه اینجا مثلا عوض کرده باشین اسپکتتون رو یعنی تو همون حالت پریویو تو مثلا یه پریویو دقیق ببینید مثلا من علام این اسپکت بعد اینجا قفلش رو برداری تا بتونید عوضش بکنید من مثلا میذارم 1920 در ده هشتار. خب این اسپکتش بعد که در آمد الان رزولوشنش زیاده قفل میزنم میتونم اینجا تو پریویو محیطم رو کیفیتش رو کمتر بکنم ولی اسپکت 16 به 9 عمودی به اصطلاح یعنی 9 به 16 اینجا اسپکتش میشه 56 سال. میتونید یعنی منظور من اینه اگه قرار رندر عمودی بگیرید تو همون حالت پریویو هم رندر تو عمودی بذار که از الان بدونی کادرت چه شکلی میشه یهو اینجا نه یا مثلا این اسپکت رو عوض کن اینجا نه این پریست باز الان اینجا اومده بچا میگه همین حالت توی آماده میخوای استفاده کنی یا فرام کامرا ببینید به معنی اینکه بذارم رو حالت رزولوشن از همون رزولوشن و نسبتی استفاده میکنه که من اینجا دارم یعنی ناکن این عددی که اینجا بود وقتی میذارم رو حالت رزولوشن دقیقا از همین عددی که اینجا اینجا میاد و رندر من حالت عمودی پیدا میکنه عامل دیگه بچه‌ها که مهمه و ما هم خیلی به دردمون میخوره و من بهتون قبلا گفتم تنظیمات پیش فرض خودش خوبه یعنی خیلی باهاش ور ندید اگه میخواید کیفیت رو بهتر بکنید بعدا بعد موقع رندر بهتون نکته رو میگم اینجا ببینید رایش ترین چیزی بچه که ما توی کوالیتی کارمون اثر میذاره همین سمپل گذاریه که توی لحظه رندر از ما پرسیده ببینید ما قبلا اینجا یه سری تنظیمات داشتیم که تنظیمات یک مقدار سختی بود یعنی جی آی و اینا رو بعد وارد باشی به اصطلاح قوانینش رو یاد گرفته باشی تا اینجا بیای مثلا کیفیت جی آی و نورهای محیط تو کم یا زیاد بکنی خب این نکات رو اگه بدونی خیلی خوبه بهت کمک میکنه که کنترل بیشتری داشته باشی ولی گفتم همون حالت پیش‌ورزه ونتش روی حالت خوبیه اگه دستکاریش هم نکنی اشکالی نداره خب حالا مثلا جی آی رو اگه افزایشش بدی بهتره چون مثلا ما توی محیط داخلی هستیم تو محیط داخلی جی آی پارامتر مهمتریه تو قسمت قبلا بهتون گفتم مثلا فقط جی آی رو زیاد کن اگه میخوای کیفیت رندرت بهتر بشه من توصیهم چیه؟ توصیم اینه که به جایی که با این تنظیمات خودتو درگیر بکنی بیا اینجا سمپل گذاری رو افزایش بدی وقتی سمپل رو شما اینجا زیاد میکنی بچه یعنی چی؟ یعنی من کلا توی هر پیکسلی که دارم و توی این تصویری که دارم رندر میگیرم محاسباتم چه دقتی داشته باشه این سمپل نا کن جداشن شده کوالیتی این عدد بالاتر باشه کیفیت رندر شما بهتره کیفیت با رزولوشن فرق داره رزولوشن ثابته ولی مثلا عمق سایه ها با سمپل بهتر میشه و اینو در نظر بگیرید اگه این عدد رو خیلی بالا ببرید این عدد سمپل رو باز به ویرمتون فشار میاد و ممکنه هنگ بکنه موقع رنده خب ولی معمولا این سمپل هم عددش بین 400 500 باشه خوبه تو اکستریور که دیگه سایه ها و عمق نورها ممکنه اونقدر اهمیت نداشته باشه تا 200 هم اوکی البته من عددها رو بر حسب تجربه بهتون میگم بچا خیلی قاعده مشخصی نداره اینو در نظر بگیرید که کیفیت رندرتون با بالا رفتن عدد سمپل بهتر میشه ولی تایم رندرتون هم افزایش پیدا میکنه شما بعد آزمایش کنید واقعا توی هر پروژه هم فرق میکنه مثلا توی این پروژه آبجکت ها کمه من داره سمپل اگه بالا هم ببرم خیلی به سیستم فشار نمیاد ولی مثلا یه انیمیشنی که من کار میکردم که توش لند اسکیپ بود یا عالم درخت و آبجکت تو صحنه بود این سمپل رو من 10 تا 10 تا داشتم بالا میبردم چرا چون مثلا میذاشتم رو 240 سیستم هنگ میکرد اما در این حال میخواستم سایه های بین برگ های درخت ها خوب بیفته برای همین مثلا 10 تا 10 تا کم میکردم مثلا رسید به 200 دیگه مثلا سیستم هنگ نمیکن اینه که بهتون میگم کلا کیفیت کار رو با این سمپل انجام بدید بهتره اینجا هم یه عدد به شما میگه بچه ممکنه شما مثلا وارد نباشید این کوالیتی کارتون بعد تو چه حالتی باشه اینجا میتونید باز به جایی که با سمپل خودتون رو درگیر کنید اینجا بگید که آقا کیفیت کار من میخوام در چه باشه کیفیت سمپل گذاریم لایت کش که خب یک منطقه نوریه که ما اینجا تیکش رو زدیم باز حالت پیش ورزش خوبه دینویزر تصویر بچه وقتی موقعی که داره رندر میشه یه سری از جایی که باز میگم تاریکه به اصطلاح دوندون میشه اگه این تیک دینویزه رو بزنید برای شما تو مرحله آخرش میاد این دوندون رو برطرف میکنه یه مقدار ماتش میکنه که یه دسته به نظر بیا تصویر دوندون نشه البته میگم اگه سمپل شما پایین باشه مثلا سمپل رو بذارم روی پنجاه رندرم زود تموم میشه ولی تصویرم یه تصویر خیلی ماتیه چون قطعا توش نویز زیاده چون سمپل گذاری کمه بعد چون دی رو زده میاد تصویر رو مات میکنه مثل روتوش پوست ها مثلا جوش رو از بین ببری دیدی تو گوشی ها میان به اصطلاح این پوست رو روتوش میکنن یه خورده حالت مصنوعی می پیدا میکنه در از چیکار میکنن میان انگار پوست بلر میکنن برای اینکه این جوشا خودش نشون نده توی تصویر میان مات میکنن تصویر رو انگار همین اتفاق میفته اگه شما سمپلت کم باشه دینویزر روشن کنید تصویر نهایی تصویر خیلی ماته سمپل دیگه میگم حداقل روی 300 باشه تا تازه بعد رندر بگیریم بعد به این نتیجه برسیم دینویزر که بزنی که خب اوکی دیگه میتونی استفاده بکنی دینویزر هم ها میگه که از چه سیستمی استفاده می‌کنی هوش مصنوعی که برای دینویز کردن استفاده میکنه خب همون انویدیا اوکیه آنلی فاینال پس هم یعنی اینکه ببینید توی رندر وقتی ما میگیریم به سری پس ها داره انجام میشه خب یعنی رندر این حالا حتی با منطقش فرق می‌کنه مثلا تو سیستم لایت این توضیحات من تو ویری دادم مثلا یک بار صحنه رو رفرش می‌کنه تا یک سری از باستاب های نور رو پیدا بکنه از شما میپرسه که من بعد هر باری که باستاب نور رو انجام دادم دینویز رو بزنم یا نه فقط روی پس آخر این کار رو انجام بدم من رو آنلی فاینال پس نمیذارم ولی میذارم یعنی میذارم رو همون دینویزر معمولی بمونه با هر پسی که داره می انجامش میده یه بار دینویز بکنه تصویرو. رندر الیمنت بچه رندر الیمنت هم باز توضیحات خیلی مفصلی داره من توی قسمت بعد بهتون میگم هر کدوم از این رندر Element های کاری رو انجام میدن مثلا ما میخوایم انیمیشن بسازیم یه هایی میخوام تو هین انیمیشنمون چراغ لامپ روشن بشه ما بعد این کار رو با استفاده از این رندر الیمنت ها انجام بدیم مثلا تو شات اول اون لامپ خاموشه همزمان که داریم به شات دوم میرسیم یه لامپ روشن میشه این رندر Element ها چون بحث مفصلیه من توی ویدیو بعدی بهتون میگم سیف پی ان جی الفا هم اگه بزنی تصویر آسمون رو به صورت الفا به شما جدا میگه این توضیح در رابطه با اینکه الفا چیه یعنی مپ الفا چیه من هم توی آموزش های ویری قبلا بهتون گفتم هم توی آموزش های لومیون لومیون هم اگه یادتون باشه وقتی میخوای آخر سر رندر بگیریم این گزینه رو داره میگه اگه میخوای بهت الفا بدم یعنی چی یعنی یه لایه به شما میده که سیاه سفیده هایی که خودت تو صحنه داری و مدل سفیده مثلا آسمونش سیاهه تو رندر اکستریور مثلا درخت ها و ابجکت هایی که گذاشتی سفید باقی میمونه آسمون پشت رو برات مشکی میکنه میتونی بعدا توی فتوشاپ از این لایه آلفا استفاده بکنی که حالا من یه آه... کاربرد ساده و اوریجش رو بهتون گفتم بعد ببینید بعد من اینجا وقتی پس رو اینجا میبرم بالا خب و همینطور رزولوشن میبرم بالا خود اینجا قبل اینکه رندر بگیره به من میگه که احتمالا این رندر و این رزولوشنی که داری توش کار میکنی چند گیگ تو رو اشغال میکنه ببین می الان میگه سیستم شما حدودا 9 گیگش در اختیار من هست از ویرم و. این عددی که اینجا نوشته ویرم شما من خب مثلا کار هم RTX 38 داده الان یک 9 گیگ حدودا ویرم در اختیارشه که میگه وقتی هر چقدر من این بچه رزولوشن رو برام بالاتر کنید درگیری این بیشتر میشه یعنی ویرم بیشتری نیاز داره سیستم اینجاست که بهتون میگم با بالا رفتن رزولوشن به سیستم فشار میاد منتها چون الان کلا تصویر من تصویر ساده تعداد آبجکت کمه میبینید رزولوشن با اینکه خیلی بالا رفته ولی کماکان کم مثلا 4 هم درگیره اگه پروژه شما آبجکتش زیاد باشه مثلا یا ممکن اینو به زیر روی 1080 یهو مثلا ده هشتاد اون اینجوری نیست که مثلا ده هشتاد این پروژه یگی از ویرم اشغال بکنه همه پروژه های دیگه هم که میاری رزولوشن ده هشتادش یگی بشه ممکنه توی یه پروژه دیگه شما رزولوشن رو بذاری روی ده بعد اتفاقی که میفته اینه که اینجا ویرمت یا ممکنه با همون رزولوشن ده مثلا بشه پنگی یعنی یا پنگی اشکال بشه این هم از گزیزه ویرم که حالا قابل کنترل که نیست ولی به شما میگه مثلا اینجا اگه من این عدد رو خیلی ببرم بالا ببینید بچه این عدد یا قرمز میشه نا ببین الان میگه که مثلا شما برسی به هش میگه این لب به یعنی تو رندر بگیری احتمالا به مشکل نمیخوری وقتی این عدد و خیلی بری بالا اینجا اشغال بشه یعنی میگه تو ویرمت باید مقدار دیتای بیشتری رو داری یعنی فشار بیش از حدی داری به سیستمت میاری و ممکنه سیستمت هنگ بکنه اصلا ممکنه نظر شما رندر بگیری چون میگم ویرمت اشغال میشه و کلا سیستم ممکنه هنگ بکنه من مثلا رو همین رزولوشن مثلا 2040 میذارم توی ارث و بعد از اینکه همه تنظیمات انجام دادم میتونم یه آدرس هم براش تعیین بکنم مثلا میذارم روی دستا به اسم یک برای من فایلم رو خروجی بگیره میتونم من بهش بگم که خروجی که میخوای برام بگیری رندر تکشاد jpg باشه ایکس باشه یا png اگه رو حالت exr بذارید شما بچه‌ها ممکنه خود سیستم ویندوز یا بعضی از گوشیاتون این فرمت رو باز نکنه اما EXR یه فرمت خیلی خوبه برای اینکه بتونید توی فتوشاپ باز روش با رو انجام بدین یعنی دیت یعنی عکس خروجی دیتاش و حجمی که از سیستم میگیره بیشتره ولی خوبیش اینه که توی فتوشاپ راحت‌تر میتونید روی تنظیماتش کار بکنید باز این هم توی آموزش‌های ویره بهتون گفتم که فرقش چیه رو حالت جپج بذارید خیلی حجم فایل خروجیتون کم میشه ولی خب از اون طرف خیلی نمیتونید ادیتش بکنید یعنی مثلا روی تاریکی ها روی روشنایی تصویر توی فوتوشاپ خیلی نمیتونید کار بکنید روی حالت پی میتونید بگیرید و, و اینجا نوشته دیم یا ساپورت فرمت شما این کلا ایناست من مثلا روی حالت پی روی دستا و سیو رو میزنم این آدرس اینجا میمونه و بعد استارت رو میزنم ناخه بعد شما وارد پروسه گرفتن رندر میشید به من میگه که حدودا این رندری که داری میگیری یک دقیقه و مثلا 10 ثانیه طول میکشه اینجا به صورت درصد داره به من میگه اگه پشیمون شدید میتونید کلا ابارتو بزنید این کلا فرآیند رندر گرفتنش متوقف میشه استاپ سیف بزنید یا یعنی این تا همین کیفیتی که الان رندر گرفتی خوبه اینو استاب بزن و همین فایل رو برای من سیو کن تا همین مرحله پاز هم که بزنی فقط پاز میشه دیگه یعنی تو همین حالت میمونه بعدا اگه خواستی میای رندر تو ادامه میدی میبینید بچا تو بک گراند همونجا داره به من پریویو رو نشون میده که هی داره کیفیتش بالاتر میره میبینید همونجا داره آپدیت میشه بک من هر چی تعمیر کیفیت این بک که همین درس رندری کردن داره میگیره هی داره افزایش پیدا میکنه این پروسه ای که ما واسه گرفتن رندر داریم الان خروجی نهایی هم بهتون نشون میدم میبینی صحنه صحنه ساده بود منتها شما من رزولوشن رو خیلی بالا بردم رندرش رو یه دقیقه طول کشید شا. یه نکته بهتون بگم من نسبت تصویر رو عوض کرده بودم بعد رنده رو زدم منتها تنظیمات دوربینم عوض نشده بود همون کاری که بهتون گفتم انجام بدین خودم یادم رفته بود انجام بدم برای همینه که تا رندر تموم شد این دوربینه برگشت به همون تنظیمات قبلی که داشت حالا ببینیم کلا کیفیت کارمون چی شده بچه ها توی دستا ولی سیف شده این رندر من و بچه ها با فرمت PNG رزولوشنش هم واقعا خوبه یعنی تا حد خوبی که زوم میکنم اصلا تصویر مشکلی نداره توی پراپرتیز ببینیم حجمش هم حدودا 8 مگابایت خب این شد بچه ها پروسه ای که ما میتونیم باهاش رندر تکشات بگیریم تو جلسه بعدی بهتون یاد میدم که چجوری رندر های انیمیشنی رو بگیریم مرسی از اینکه این ویدیو رو نهای کردید امیدوارم مطالبی که گفتم جذاب بوده باشه اگه اینطوری بود لایک میکنید ویدیو رو لایک کنید چند اون رو سابسکرایب بکنید و حتما محتوی رو دنبال بکنید مخلص شما فعلا وقتتون بخیر